الله متعال رفیقه، الرفیق یکی از اسمای دیگه الله متعاله. الرفیق یعنی همدم، الرفیق یعنی امراه، ام صحبت و امراض و امده. الله متعال رفیقه، یعنی الله متعال ام صحبت انسانه. الله متعال رفیقه، یعنی الله متعال امراض بنده مؤمن، متقی و پریزگاره. کافیه که بنده متوجه حقیقت بشه، الله متعال بهترین رفیق او در زندگی می باشه. این در یک معنا. در معنای دیگه، همون قسم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند، ان الله رفیق یحب الرفیق فی الامر کله و یعطی علی الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف و ما لا یعطی علی سوا. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند الله متعال رفیقه، رفق و مهربانی داره. و یحب الرفق فی الامر کله، و رفق و مهربانی در هر امر دوست داره. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف و ما لا یعطی علی سوا. و اثر الله متعال بر رفق و مهربانی گذاشته که او اثر بر درشخویی و پرخاشگری و عنف نگذاشته. یعنی چی؟ یعنی اگر یک بنده رفق و مهربانی در تمام رفتار و کردار خود خو و علی خصوص در تعامل خود با دیگرا جاسازی بکنه و رفق و مهربانی داشته باشه، این رفتار از ای به مراتب متفاوت تر از رفتاریه که در تعامل از او کلن چی وجود داشته باشه؟ خشم و غضب و پرخاشگری و درشخویی. به همین خاطر انسان مسلمان مکلفه که اول در روابط و تعامل خود با دیگرها این رفق و مهربانی جایگزین بسازه و بعداً کوشش بکنه که یک امدم و امراض و ام صحبت خوبی با الله متعال که ذات الرفیقه باشه. این رفق و مهربانی الله متعال به اشکال متفاوت در زندگی بنده متظاهر میشه. ببینین الله متعال در زندگی ما اکسیژن ایجاد کرده و خلق کرده. اکسیژن اگر 3 ثانیه فقط در زندگی ما نباشه چی اتفاق میفته؟ اگر در کره زمین اکسیژن برداشته بشه و به کلی وجود نداشته باشه چی اتفاق میفته؟ اولا تمام ماشین های روی زمین متوقف میشن، حرکت کرده نمیتونن. تمام هواپیماهایی که در آسمان در حال پرواز هستن سقوط میکنن. و چون بدن انسان 60% از او از آب تشکیل شده و آب هم 2 مولکول هیدروژن داره و 1 مولکول اکسیژن، حالا وقتی که اکسیژن نبود هیدروژن هم تبدیل به 1 گاز میشه و بدن منفجر میکنه و تمام بدن انسان از بین میره. و وقتی که اکسیژن وجود نداشته باشه قسمت پسته زمین هم از بین میره. خود زمین 3 قسمت داره، پسته و گوشته و هسته. پسته مثل همی پسته سفید تخم مرغ، حالت پسته و قسمت اول خود کره زمین شامل میشه. وقتی که اکسیژن نبود همین قسمت پسته زمین از بین میره و میتونه که این از بین رفتن پسته زمین یک سلسله تاثیرات بسیار مخرب روی قسمت گوشته و هسته زمین از خود به جا بگذاره و زندگی انسان را به هلاکت مواجه بسازه. الله متعال رفیقه و همین قسم در زندگی ما چیزی به نام اکسیژن را آفریده که اگر اکسیژن نمی بود ما به هیچ عنوان زندگی کرده نمیتونستیم. حتی 3 ثانیه، حتی ما 3 ثانیه بدون اکسیژن زندگی کرده نمیتونستیم. الله متعال چقدر رفیقه، چقدر رفق و مهربانی داره. طفل و کودک رو میبینیم مثلا دندان از او در یک سن مشخص قراره که بیفته، بدون کدام درد میفته. مثلا در عین غذا خوردن یک دم متوجه میشه که دندان از او افتاده. این رفق و مهربانی الله متعال. اما یک جوان میره به نزد دکتر تا دندان خود را معالجه کرده یا او پر بکنه و یا که او بکشه، با وجودی که دکتر دوای انستیزیا و عمو دوای بی سیر تزریق میکنه، بعد از او هم وقتی که دندان را میخوای بکشه و یا معالجه بکنه و پر بکنه، باز هم این جوان درد را حس میکنه. پس الله متعال رفیقه. وقتی که خواست این رفق و مهربانی
در زندگی خود همی بنده متظاهر می‌سازد و در زندگی از او حاکم می‌سازد. در تمام ابعاد و جوانب زندگی از او رفق و مهربانی وجود داره. کافیه که بنده با تعمق و تأمل بیشتر به حوادث و اتفاقات و اشیاء و مخلوقات زندجان و غیر زندجان که الله متعال آفریده نگاه بکنه و نظاره بکنه. حالا که می‌خواهیم به ذات الرفیق نزدیک بشیم و در دعای خود خو به نام الرفیق توسل بجویم، باز ما هم مگر هم رفق و مهربانی در کردار و افعال و گفتار و بالاخره تعامل خود جاسازی بکنیم و در کل رفتار ما این رفق و مهربانی متظاهر بشه. مثلا ما باید در زندگی با کسانی که در محیط خانواده ما قرار دارن رفیق باشیم، علل خصوص با همسر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خیرکم خیرکم لنسائکم، بهترین شما کسیه که با همسران و زنان خود بهترین باشه. یا ای که می‌فرمایند خیرکم خیرکم لأهلکم، بهترین شما کسیه که با اهل خود بهترین باشه. حالا انسان مسلمان باید در گام اول با همسر خود رفیق باشه تا هم با رفق و مهربانی با او برخورد بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخنان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میشنویدن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از محبت شخص به نام ابی زرع به همسر از او ام زرع سخن میزد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگفت که چقدر ابی زرع به همسر خود ام زرع محبت میورزید، او دوست داشت، بالاخره خیلی به او احترام میگذاشت و رفتار بسیار نیکی و رفیقانه و صمیمانه با او داشت. اما در اواخر عمر او طلاق داد. ابی زرع ام زرع که همسر از او بود او طلاق داد. بعدن این سخنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میشنوم، میگن که من در محبت کردن با تو مثل ابی زرع به ام زرع، یعنی همو اندازه که ابی زرع به ام زرع محبت میورزید، من نه تنها همو اندازه بلکه به مراتب بیشتر از او به تو محبت میورزم، اما تو طلاق نمیدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همسر خود رفیق بودن، رفق و مهربانی داشتن. یک انسان مسلمان باید با شاگردان خود هم رفیق باشه، ای که تو هم با رفق و مهربانی با اونا برخورد بکنه. و به همین خاطر هر چقدر رفق و مهربانی باشه در تدریس، باز همون شاگردا بیشتر چیزی یاد میگیرن، بیشتر با استاد نزدیک میشن. این مسئولیت و مکلفیت خود یک معلم و یک مدرس در جامعه که با شاگردان خود خو و با زیردستان خود خو یک رفیق باشه و کوشش بکنه در همه حال و احوال بل کردن مشکلات از اونا بپردازه. قضیه دیگه اینه که انسان کوشش بکنه که با همسایه های خود خو تو هم با رفق و مهربانی برخورد بکنه. اگر تو هم با رفق و مهربانی با اونا برخورد نکرد، طبیعتا ممکن عکس العمل های از اونا ببینه که او عکس العمل ها به اید از یک انسان دیده بشه. به همین خاطر این مسئولیت دیگه انسان و مسلمانه که با همسایگان خود هم رفیق و امراه و همصحبت و امراض و همدل باشه. و بنده مسلمان در زندگی مسئولیت و مکلفیت داره تا با کارمندان زیر دست خود هم رفیق و مهربان باشه. اگر با کارمندان زیردست خود خو با رفق و مهربانی برخورد نکرد، باز ممکن از اونا هم عکس العمل های شدیدی در زندگی خود خو ببینه، او هم با چشم مثل. به همین خاطر با این دلیل و به همین علت ها اگر بنده میخواهی که با ذات الهی تقرب بجویه، کوشش بکنه که همیشه مثل الله متعال در زندگی خود خو با همون صفات و نام های نیک تمام وجود و اخلاق و درون و بیرون خود را بالاخره به مینا آراسته بسازه. هر چقدر آراسته بسازه با این صفات و نام های نیک، بیشتر با الله متعال نزدیک میشه. اینها چیزای عملی است و اگر ما میخواهیم که همسایه خوبی باشیم، باید همین قسم با رفق و مهربانی با همسایگان خود برخورد بکنیم. اگر با رفق و مهربانی با همسایگان خود خوب برخورد نکردیم، باز ممکن نتایج بسیار بده در زندگی خود خوب ببینیم. به همین خاطر از الله متعال و منان می طلبیم تا در زندگی برای ما توفیق بده تا رفیق خوبی باشیم، هم در محیط درونی داخل خانواده و هم در محیط بیرونی با کارمندان
با مشتری ها، با فروشنده ها، با کسایی که از ما کوچکترن و با کسایی که از ما بزرگترن. دقیقا مثل ما اتفاقی که در زندگی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میفته. یک کسی که همسایه امام حنیفه رحمت الله علیه نوشته کرده یک کاغذ دم سلام زده بود که این خانه به 20,000 دینار فروخته میشه. بعدا یک فردی آماده بود که این خانه خریداری بکنه، میگه که این قیمت این خانه خود به 2,000 دینار هم بیشتر نمیارزه، این چرا این قیمت کلان داره؟ صاحب از این خانه بری از اون میگه که 2,000 دینار به خاطر قیمت خود سرایه و باقی مانده پول به خاطر امسایگی با امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. یعنی اگر امسای نیکی باشیم همین قدر جایگاه و ارزش انسان بالا میره و بعدا امام ابو حنیفه وقتی که این اتفاق میشنه و متوجه میشه میره تمام قرض او صاحب خانه که به خاطر نیاز این خانه خود میخواست بفروشه قرض از او میپردازه تا او بتونه که به زندگی خود خود به گونه عادی با زندگی کردن در همین خانه ادامه بده. از الله متعال میطلبیم تا در رفتار ما و در تعامل ما رفق و مهربانی حاکم بسازه.